کهریزک است. اعلام کرده دستور بازداشت و اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک در سال 88 را او صادر کرده و سعید مرتضوی بیگناه است. با اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران متهم اصلی این پرونده است، اما به نوشته سایت جرس متعلق به مخالفان دولت، حیدریفر اتهامات کهریزک را به گردن گرفت. این قضیه تعلیق شده همچنین با اعلام اینکه مجرم نیست، اتهام را متوجه دیگران دانست و گفت این بازداشتگاه در زمان موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی تشکیل شده. این سه قاضی سابق متهمان پرونده کهریزک هستند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر هر دو از قضات امنیتی دادستانی. بعد از اعتراضات سال 88 آنها متهمان را به بازداشتگاه کهریزک فرستادند که در پی بدرفتاری مسئولان آنجا این چهار تن جان باختند: امیر جوادیفر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده. تا کنون 3 جلسه از محاکمه عوامل قضایی مرگ بازداشت شدگان در کهریزک برگزار شده. شاکیان و متهمان از روند رسیدگی راضی‌اند، اما از اینکه دادگاه غیر علنی برگزار می‌شود ناراضی. برخورد قضایی با سعید مرتضوی با اختلاف دولت و مجلس همزمان شده است. حمایت احمدی نژاد از او باعث شده که مجلس و قوه قضایی با مرتضوی برخورد کند. خانواده قربانیان کهریزک از اینکه این مسئولان قضایی مسئولیت تخلف خود را بر عهده نمی‌گیرند شکایت دارند. روز دوشنبه عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان کهریزک گفت اثری از پشیمانی در مرتضوی ندیده و دفاعیات او هم فاقد صداقت است. مخالفان دولت سالهاست به عملکرد سعید مرتضوی انتقاد دارند. از توقیف مطبوعات و زندانی کردن فعالان سیاسی تا عملیات در مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.